باید هر چقدر که ضرر کرده بهش بدیم. واسه یه زمین دوبار پول بدیم؟ ما پول اون جوانو میدیم، از بقیه اون پول یه زمین کوچیکتر برای محمد رضا میگیریم. اون که این روزا درگیر این مسائل شده، هیچ چیزی هم از پرونده ما تو سایتش نذاشته. اینایی که میگم اگه بذاریم تو سایت، حالا باید بره جواب پس بده. تو مگه نمیخوای به پولت برسی؟ من به پدرش اعتماد کردم. یه خبرنگار میشناسم، سنگ بزنم بیاد برام مصاحبه. بهزاد، ولی کاری که برات در نظر دارم تهران نیست. پدر بزرگش با بابا صحبت کرده، بابا هم اجازه داده فعلا یه صیغه محرمیت خونده شده. به همین راحتی ندید و نشناخته به هم محرم شدیم؟ به احترام شما این مطلب رو توی سایتم توضیح میدم. میخوان باور کنن، میخوان باور نکنن، خودشون میدونن و خدای خودشون. مشکل اینه که داداشش از کمپ اومده بیرون، گیر داره بهار رو با خودش ورداره ببره دامغان. بله، اجازه هست خانم؟ خواهش میکنم. شما این پایان نامه تنوز تموم نشده؟ تموم؟ هنوز پروپوزالم هم قبول نکردن بابا. بله دیگه، قبل از دست عروسی کردن همینه دیگه، همش گل گشت. کدوم گل گشت؟ هم مسعود همش سر شلوغ هم من. حالا نهایتش آیا یه رستورانی بریم آیا نریم؟ رستوران خونه اونا، خونه ما، تلفن‌های گاه و بیگاه و غیره. رتب خورده کی من رتب کند؟ شما خودتون همش پاشنه در خونه بابا بزرگو از جا نکنده بودین. کی گفته اینو؟ مادرت. شایعه ساز بزرگ. شایعه است ریحانه، این بابا بزرگت هفته یه روز ملاقاتی میداد، اونم قبل از ساعت 7 بیرونم میکرد. واقعا؟ جدی میگم. ببین اگر یک روز بیشتر میشد با اخم و تخم اینجوری راه میداد، تهش هم میگفتش که شما اگر خیلی علاقمندی دست زنتو بگیر ببر سر خونه زندگیت. ما هم که اینه مسعود شما دیگه همچین وضعمون خوب نبود، مجبور بودیم بریم سر کار. تا اومدیم بریم سر کار جنگ شد و دیگه هیچی به هیچ. شما چه خبر بابا؟ دیگه حتما خبر کاور خوندی. بله، حرفای مسعود داره درست عذاب در میاد. که چی؟ که اونا دست بردار نیستن، ممکنه کارهای خطرناکتری هم بکنن. ریحانه تو هیچ وقت اینقدر نگران نمیشدی. یکم میترسم. نترسم؟ ترس که آدم های بیعقل نمیترسن، ولی من فکر میکنم بیشتر مسعود میترسنده. خب بیرا هم نمیگه، شاید شما هم باید یکم بیخیال شین تا اونا فکر کنن کتا اومدی. اونا زرنگتر از این حرف هم. از خانواده مسعود چه خبر؟ هیچی، مامانش چندباری گفته که دکوراسیون و نقاشی خونه تموم شده و ما دیگه کاری نداریم و یعنی وسیله بخریم بیاریم. اونا منتظرن که ما وقت عروسی رو معلوم کنیم. ما که کاری نکردیم. با کاری نکردیم دختر جان، خریدن یک اجاق گاز ترتمیز سه شعله رومیزی و یه یخچال 5 فوت که دیگه سخت نیست. اصلا اجاق گاز و یخچال نمیخوایم. زنده باشن همسایه هامون، مامان بابای مسعود، شام و نهارا رو اونجا افتادیم. آفرین دختر خودم، معلومه ژنتیک به خودم رفتی. ریونه ببینم بابا، تو به مسعود گفتی من رفتم سلما؟ نه، چطور؟ خود وقتی منو دید گفت رسیدن به خیر، مثل که از قبل خبر داشت. تا جایی که یادمه من هیچی بهش نگفتم بابا. یعنی حتی جاده امام رضا رو هم نگفتی اول سلما؟ نه، حتی تا اونجا رو هم نگفتم. خیلی خوب بابا، بریم که شام آماده است.
از من میشنوی این پایان نامت هم بذار برای بعد از عروسیت. تو الان پایان نامه بنویس نیستی. بریم بریم. چشم الان میام. بفرمون اینم نشونش. پایان نامه تمام. بابا قرصاتونو میخورین؟ اگه تو به فکر من بودی تو این وضعیت منو تنها نمیذاشتی. اتفاقا من دقیقا به فکر شما بودم، نمیخواستم اتفاقی براتون بیفته. به خاطر حال من بود که بی خبر گذاشتی رفتی؟ عجب مهربونی این شکلی ندیده بودی. آخه شما هر روز میگفتین برو شکایت کن، برو شکایت کن. الان خودتون فکر کنین شما با این قلبتون هر روز میتونستین برین دادگاه؟ قلب من هیچ مشکلی نداره، مشکل افکار شماست. اصلا میدونین چیه؟ من اشتباه کردم اومدم. بله اشتباه کردید که اومدید سری به پدرتون زدید، اشتباه کردید که اومدید ببینید زنده است یا مرده. دور از جون این چه حرفیه میزنید؟ بابا تو رو خدا خواهش میکنم دست از سر این قضیه فراسمون بردارین. دخترم فرض کن دادگاه درد سر داره، ولی مصاحبه که درد سری نداره. چرا نمیخوای همه بفهمن که تو رو فریبت دادن که این حرف و حدیث هم کم بشه؟ الان مشکل شما حرف مردمه؟ مشکل من اینی که نمیتونم ببینم به دخترم ظلم میکنن اما هیچ کاری از دستم بر نمیاد بکنم. شکایت و مصاحبه هیچ فرقی نداره، اینا منو نابود میکنن. ندیدین هر روز واسه ادهم یه داستان درست میکنن؟ همین دیروز زده بودن پول مردمو خورده. آخه تو که آتایی دست شرکت نداری، صفحات هم که گرفتی، از چی میترسی؟ چرا متوجه نیستین؟ اینا هر کاری بلد باشن میکنن. اون ادهم با اون همه دوست آشنا نمیتونه از پس اینا بر بیاد. من بچه کوچیک دارم، شما رو دارم. ستاره رو چرا به خودت نیوردی؟ حالش خوبه؟ بله خوبه، خدا رو شد. گفتم بهتر این حرفا رو نشنوه. این درست نیست بچه رو از من قایم میکنی. اصلا کجای این؟ تو که پولی نداری. رفتی مسافرخونه؟ نه تو هتلیم، همون هتلی که دوستم توش کار میکنه، فعلا اونجا. هتل؟ با کدوم پول؟ خب دارم کار میکنم. کار؟ چه کاری؟ حالا اونش مهم نیست. من مدام یه خواهشی ازتون بکنم، مطمئنم که ادهم و خواهرزادش دوباره میان سراغتون، ازتون میخوان که بیان هتل. مگه اونا از جای تو خبر دارن؟ بله خواهرزادش اومده بود اونجا. میشه خواهش کنم اگر اومد بهش بگین که حال و حوصله ندارین، یا بگین رفتم اونجا نبود؟ نه من نمیتونم این کارو بکنم. چرا؟ چون کاری که ازت میخواد درسته، در مقابل یه آدم ظالم اگه یه قدم بری عقب اون 10 قدم میاد جلو. اشتباه تو اینه که جلوی آدم های حرومخور کتا اومدی، اونا هم دست تو خوندن که تو ترسیدی، هر کاری دلشون خواسته کردن. بابا انگاری اصلا حرفای منو گوش نکردین ها. اتفاقا من حرف تو رو خوبم گوش کردم، این تویی که حرف منو گوش نکردی. من نگران تو هم، واسه همین دارم میگم یا باید شکایت کرد یا پتشون رو ریخ رو آب، وگرنه تا آخر عمر همین آشو هم میکاس هست. خبر دروغی که پخش کردن خیلی بازخورد داشته، خب روی حیثیت برامون نذاشتن. الان همه به چشم مال مردم خور به ما نگاه میکنن. قشنگ معلومه این پسر کاور خریدن، قضیه شوهرخاله و اینا هم همه دروغه. تو تهمت میزنی محمد رضا، این پسر هر این برنامه ها نیست. باشه مامان جان، باشه، خداحافظ. علی رضا بود نگران بچم، میگه چند بار به بابا زنگ زدم بابا جواب نداده، الان هم میخواست باید حرف بزنه، گفتم کار داری. خب شب یه زنگ به این بچه بزن. باشه باشه زنگ بهش بزن. اصلا چجوریه وسط ماجرای شما و فراسمان سرکله این پسره پیدا شده؟ تا الان کجا بوده؟ اصلا این خبر چجوری به این سرعت سر از کانالا و پیجا در آورده آخه؟
محمد رضا، بابات با کاوه صحبت کرده، اونم قسم خورده که دروغ نگفته. خب قسم دروغ خورده مادر من، هر کسی هم جای ایشون بود همین کارو میکرد. وضعیت جسمانیش هم یه جوریه هر چی بگه همه باور میکنن دیگه. این چه حرفیه میزنی مامان جان؟ مادر من نمیخوام توهین کنم به ایشون که، من دارم میگم بچه های فراسمان پیداش کردن، دیدن اگه عکسشو پخش کنن همه باور میکنن ما پولشو خوردیم. دایی جانم، پسره کار عجیبی کرده. کاوه؟ آره مصاحبه کرده، بالکل منکر همه چی شده، گفته که اصلا با شما اختلافی نداره. خوب. گفته این زمین وقتی فروخته شده نوجوان بوده، پولش هم امانت پیش شوهر خالشه، شما هم اصلا کلاهبرداری نکردی. باورم نمیشه. آره زنده بعدش هم اصلا به نظر من از این بهتر نمیشد حال فراسمان گرفت، دادم کلی از این پژمژه بذارنش. سلام، خوب هستین؟ خوبی شما؟ بریم بالا در بازه. چشم. فقط بریم بجنبین تا شب نشده بعد برسیم. بهزاد. بیا. 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 چه اینجوری می‌کنین؟ تو من لج می‌کنی؟ چه لجی؟ بهت گفتم یه کمی صبر کن، خانواده متین دارن میان تهران خواستگاری. خب اونجا بیان خواستگاری. یه سوال ازت می‌پرسم، راستشو بگو. داری لجبازی منو می‌بری شهرستان؟ چه لجبازی؟ من وقتی از مهندس کارو خواستم که کف دستمو بو نکرده بودم تو خواستگار داری. دیروز که بهت گفتم چه فرقی کرد؟ چرا زنگ زدی بار بعدی؟ بابا دست دست کنیم، خب مهندس کارو میده به یکی دیگه. نه به خاطر اینکه فهمیدی متین خواستگاری کرده از من. آره دقیقاً درست متوجه شدی. اینقدر با من شونه نزن. من هیچ خوشم نمیاد تو میری به اینو هیچ قولی منو میکنی. بابا من خودم از مهندس خواستم این کارو واسمون بکنه. هم به نفع تو هم به نفع منه. حالا به جنگ وایسی تو این گیری بری با من بحث کنی، برو ببین دفعه اصالمون گم و گور نشن. آقا بجم دیگه. بزرگه رو بیا. بله. لطف می‌کنی این آدرس رو به من بگی؟ چرا اینجوری می‌کنی؟ اینا رو برگردین داخل خونه. ما خونمون شهرستان هنوز آماده نیست، ببر بالا. مگه ما مسخره شماییم؟ یکی میگه ببر، یکی میگه بیار، چیکار کنیم بالاخره؟ اصلا اون آقایی که ما رو آورده خودش کجاست؟ خودش کار براش پیش اومد رفته. شما اینو لطفا برگردون، من همه پولتون رو کامل میدم. برگرد. باشه بچه حل، برگرد. چرا خالی رفت پس؟ پشیمون شدین؟ نه. پس چی؟ چرا رفتن؟ دست مزدشون رو دادم ردشون کردم رفتم. برادرت منصرف شد؟ بهزاد رو برده. برد؟ کی برد؟ از یه کم به ترک اعتیاد اومدم بردنش. یعنی فرار کرده بود؟
خب پس چی چیره ایش حرفی نمیزنی؟ خودت زنگ زدی بیان ببرنش؟ مجبور شدم متین. هرچی التماسش کردم قبول نگن، من مجبور شدم زنگ زدم اومدم بردنش. زمین پسرش خیلی خوب بوده. خیلی‌ها میگن ادهم که خودش گیر میداد به شرکت فراسمان، ببین چه ها که نکرده. انگار خیلی راضی نیستی. پسرت تکذیب کرده. باید راضی باشم؟ خب آقا خودتون که بهتر میدونید. اینجور موقع دروغ اول مهمه. تکذیب بعدش کسی باور نمیکنه. الان چیزی که مهمه چی آقا؟ این زمینه و کاروبار پسر عتم افتاده سر زبونم. حالا ای برن تکذیب کنن. این عتمی که من میشناسم با این ماجرا بی خیال نمیشه. آقای مهندس، این فقط یه راه داره. چی؟ همون که قبلا پیشنهادشو بهتون دادم. آقا هر تصمیمی که میخواییم بگیرین الان باید این کار رو بکنیم، چون یه دقیقه دیگه هم ممکنه دیر بشه کار از کار بگذره. من واقعا نمیدونم چجوری ازت عذرخواهی کنم. مهم نیست. چرا؟ برای من مهمه. من فکر میکردم شما به تحریک آدمای فراسمان اومدین اون حرفا رو زدین. اونا که خیلی آدمای نامردین. وقتی خبر رو پخش کردم رفتم درباره شون خوندم، مطلب آقای عتم هم دیدم، فهمیدم برای چی اصلا من رو فرستادن دم در خونه شما و خبر رو پخش کردن. خواستم اون مصاحبه هم اینجوری جبران بکنم. شما کار اشتباهی نکردی. مسئله فراسمان یه طرف، حقی که از شما ضایع شده یه طرف. مهم نیست، برامون چیش کنم؟ نه، من اون موقع فریب شوهر خالت رو خوردم، الانم میخوام جبرانش کنم. پسر خوبیه. وقتی شما تعارف کردی میخوای جبران کنی خیلی خوشحال شد. من تعارف نکردم، واقعا میخوام این کارو بکنم. بابا ما قبلا این حرفا رو با هم زدیم. آره خب منم قانع نشدم که به ما ربطی نداره. ما کوتاهی کردیم، الانم ما باید جبران کنیم. آخه کدوم کو محمد رضا، محمد رضا، من نمیفهمم. اگه خودت زنگ زدی بیام ببرنش، بس واسه چی داری گریه میکنی؟ بالاخره برادرمه. خب حالا اونم جای بدی که نرفته، بخور و بخواب دیگه. بعدش هم مطمئن میشه که ترک کرده میاد بیرون. یعنی به نظرت کار درستی کردم؟ مگه چاره دیگه ای هم داشتی؟ وای متین، اون روزی که بیاد بیرون نمیدونم چی میشه. حالا اتفاقی که افتاده دیگه، چو فردا شود فکر فردا کنیم. دارم دیوونه میشم، سرم داره میترک. خب برو خونه استراحت کن. برو. نه خونه بمونم همش فکر و خیال میاد تو سرم. میخوام برم دفترم. باش، میرسونم.
خانم فلا؟ بله. سلام. سلام. مگه قرار نبود شما امروز راه بیفتین؟ اینجا چیکار میکنی؟ بله ولی یک کمی رفتنمون عقب افتاد. عقب افتاد؟ داداشتون که خیلی عجله داشت. بله ولی یک کاری پیش اومد، گفت فعلا نریم. انگار شما خیلی خوشحال نشدید من برگشتم. نه نه نه، مسئله این نیست. اینکه داداشتون میخواست خیلی سریع برین. نمیدونم. حالا من تا اون موقع میتونم به کارم ادامه بدم؟ بله بله حتما، بفرمایید. ممنونم. با اجازه. بله بله کاملا درست. خیلی ممنون آقای کمالی، واقعا لطف بزرگی در حقم کردی. فعلا خدا نگهدار. چیزی شده؟ با کمالی حرفی زده، همون که پرونده ها رو به همون داد. خب میخوام بدونم فراسمان از کجا فهمیده که پرونده به دست من رسیده؟ میگی فهمیدن؟ واضحه، اونا فهمیدن دستم به پرونده رسیده، اون ماجرای کاوه رو برد کردن. خب حالا چی کار میکنی؟ هر چی که در مورد تغییر کاربری زمین و پروژه به دستم رسیده میذارم تو پیجم. اگه این کار رو بکنی، استاندار سابق و پسرش کلی آدم دیگه ازش شاکی میشن ها؟ آن را که حساب پاکست از محاسبه چه باکست؟ همه یه دادا هاچی داری رو کار بیاد! پسر جون، مگه تابلو سرده رو نخوندی؟ اینجا خیریه نه؟ از نریز بابا در گاف صندوق و واکن. ببین اگه پول احتیاج داری، برو مدارکت کامل کن، بیام بره وام، خودم زامنت میشم. شیرین نشو زور بیا، میگم در گاف صندوق و واکن. شیرین نمیشم بچه جون. آخه کسی تو گاف صندوق خیریه که پول نگه نمیداره، فقط دست چک توشه. تو این گاف فکر خیلی زرنگی. ها خیلی زرنگم. ما از بزرگتر از تو هم تو جنگ نترسیدم. فکر کی هستی؟ عباس بابا هر چی تو جیبته بهشو بده برن دیگه. Ama bu da çok zor. عزت. قربون شما، خیلی زحمت کشیدید. ممنون. بایی چه کاری بود کردی تو ککام؟ من که کارم معقول بود، نمیخواستم اینا رو ببرم. تو چرا اول درگیری رو شروع کردی؟ حضور داره بیان تو خریه بخوان جیبتو خاله کنم، اونم جیب ما. کم مونده بود با قمه بزنه تو گردنت. خل شدی عباس؟ مونو بزنن؟ نیچ که تو یاد رفتم اون بچه کجا هم ککام؟ حالا چیش مونده؟ شاید حافظه سالم مونده باشه. خوبه. تمام اطلاعاتی که از فراسمان دارم تو اینه. وقت ازش بلین نگرفتی؟ نه به فکرم نرسید. من که کف دستم رو بونه کرده بودن که اینو قراره بریزن سرمون. میگم شاید نکنی غم کشا کار فرا ولی باید به پلیس میگفتیم اینه. چی میگفتیم؟ میگفتیم باب یه شرکت مزنونیم،
وقت با کدوم سند و مدرک؟ بالاخره میرفتن سراغشون بازجویی میکردن چیزی؟ آره فکر کنم اونا هم میامدن میگفتن بله بله کار ما بود. اونا هم نمیگفتن ولی اونا هم میفهمیدن با کی طرفن. بابا نامردا با قمکش فرستن سراغ ما. اونا هدفشون من نبودم، میخواستن اینا رو ببرن. ببینم اگه دفعه بعد بیان هدفشون تو باشی بخوام بزنن میگرده با ما پیش تو یکی یا یکی مثل ما ها؟ ولی خوش اومد ها خوب بافتیشون ها دود از کنده بلند بشه که کار چطور نتونستن؟ آقا موبایل و تبلتش رو پرد کرده تو مخروبه پشت ساختمون. چند نفرم سر رسیدن شلوغ کاری شده اینا مجبور شدن فرار کنن. من که بهت گفته بودم اگه از کارشون مطمئنی انجام بده. انجام شده. از اون ارتفاع چیزی سالم نمیمونه. مطمئنم هرچی تو گوشی و تبلتش بوده پریده. تو که همیشه مطمئن حرف میزنی اما نتیجه اونی نمیشه که میگه. این بار خیالتون راحت. مگه میشه موبایل از ساختمون بیفته پایین سالم بمونه؟ فقط باید دعا کنیم اطلاعاتش رو جای دیگه سیو نکرده باشه. خیلی خوب. خداحافظ. خیلی ممنون دست شما درد نکنه. فقط میگه دارتون. چی شد؟ تعمیرکار میگه احتمالش هستش که این برد حافظه اصلی سالم مونده باشه. احتمالش هست. خب وقتی اینجوری میگه یعنی امیدی نیست. توکل به خدا همشاره درست میشه. بابا اگه دوزار اونا فرستادن چطوری خیریه رو پیدا کردن؟ کاری نداره براشون آقا جون. اونا آدرس خونه رو هم بلد بودن. اصلا من موندم چطوری اونا از همه چیز من خبر دارن؟ آدرس خونه رو میدونن، آدرس سایت رو میدونن، آدرس خیریه رو میدونن. عجیبه. بابا جون شما آدم گمنامی نیستین که. نمیدونم. شاید تعقیبتون کردن. شاید هم یه نفر از دفتر سایت بهشون اطلاعات داده. جز غفوری که خب غیر از اون کار کی میتونه باشه؟ ماشالله از در و دیوار برامون میباره ها. اون از اون قضیه پسر کاوه، اینم از قمه کشی و دزدی و محمد رضا. اون ماجرای کاوه هیچ ربطی به این جریان نداره. تو خودت جلوی من ازش عذرخواهی نکردی؟ یه ذره عجیب نیست وسط این ماجرا سر کله این پسر پیدا شده؟ من که میگم هماهنگ شده است. الانم اینجوری صحبت کرده خودشو خوبه جلوه بده. تو هنوز چند ساعت از حلالیت گرفتنت نگذشته؟ درست نیست با سرش حرف بزنی؟ خدا پدرتو بیاموزه بابا. بابا به فرض که این آدم ربطی به فراسمان نداره ولی روا نیست که شما هم زمینو بفروشین و پول بهش بدی. سپیدو جا من نمیخوام زمینو بفروشم. مگه خودتون نگفتین باید براش جبران کنی؟ چرا؟ اما راه دیگه ای هم وجود داره. میتونیم کاری بکنیم که نه محمد رضا ضرر بکنه نه اون ناراضی باشه. به جز فروش زمین چیکار میشه که؟ خب اونو باید توی کارت شریک کنی. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر ماه هر چقدر که کار میکنی یک پنجمشو بدی به کاوه. حالا اگر شوهر خالش گیر افتاد و تونست پولشو پس بگیره خب پول ما رو میده. اگر نه ما دینمون رو ادا کردیم. بابا ما هیچ دینی بهش نداریم. ای بابا من اجازه همچین کاری نمیدم. تو اون کاری که من گفتم میکنی. بابا با هزار بدبختی و قرض و قله من این کار رو راه انداختم. الانم تو قسط وامش موندم. حالا برم سود بدم به کسی که یه بار کل پول زمینو بهش دادم؟ سر گردن است؟ محمد رضایی چه طرز صحبت کردن با پدرته؟ خب ببین بابا چی میگه؟ اصلا من یه سوال دارم. اگر ما تو این موقعیت بودیم بابا حاضر بود بره بگه باید به من پول بدین؟ نه. چون غیر منطقیه. منطقی نیست اما اینم درست نیست که هوای اونو نداشته باشیم. وای وای مرغ شما یه پا داره ولی منم پسر شما مرغم یه پا داره. سپیده پاشو بریم. محمد رضا پارسا جان پاشو عزیزه. آروم باش پاشو. محمد رضا تو چرا اینقدر عصبانی هستی؟ نباشم از شکم زن و بچه‌ام بذارم بدم یکی دیگه. سپیده بریم. محمد رضا
سلام. سلام. داری؟ جانم. من خبر اتفاق خیریه رو گذاشتم تو پیجم. با عکس تبلت شکسته و موبایل شکسته. ببینم. نه ببین. خوب کاری کردی. همیشه که نمیشه سکوت کرد. بابا جان علیرضا میبینه نگران میشه. چه کاری آخه؟ اون با من. بعد دایی کلی پیج دیگه خودشون ور داشتن خبره رو کار کردن. ببینم. بعد کامنت ها رو باید ببینین. دایی دقیقه بسین کامنت ها. همه مردم نوشتن که زیر سر این فراسمانه. نگاه. بذارم بده به من. میدونین دایی؟ اینا با این کارشون میخواستن جلوی شما رو بگیرن. ولی حالا خیلی به ضرر خودشون تمام میشه این دوزیه. حالا ببینیم. معلوم هست کجایی؟ چندین بار به موبایلت زنگ زدم. آقای مهندسی اتفاقی افتاد. داشتیم اسباب کشی می‌کردیم، یه کمپین اومدن منو بردن. واسه چی؟ نکنه دوباره مواد کشیدی؟ نه به خدا آقا. دروغ نگو بهزار. راست میگم به رو مادرم. اصلا به فرضم کشیده باشم. اینا چجوری اومدن منو بردن؟ بهرو شده به خدا آقا بپرسین ازش. اون که یه چیز دیگه میگفت. میگفت کار برات پیش اومده. حتما نخواست شما ناراحت بشین. ولی به خدا داشتیم وسایل بار کامیون میکردیم، یه اومدن منو خفت کردن، انداختن تو ماشین بردنم. حالا کجایی؟ تو کمپم. انقدر آهناله کردم، انقدر از روی التماس کردم تو ازی دادن زنگ بزنم بهتون. خیلی خوب، آدرس رو بده یه نفر رو میفرستم دنبالت، بیاد بیارتت بیرون. آقایی میکنیم بخواه. خب شاید اون خانم داره بهتون دروغ میگه. دلیلی نداره این کارو بکنه. اون شب فریده اومد خونه که منو قانع بکنه، جریان شرکت رو فراموش بکنه. وقتی دید دست بردار نیستم ناراحت شد و رفت. بعدش هم از هتل اومده بیرون دیگه. حالا نمیدونم اصلا کجا دنبالش بگردم. خب شما بهش زنگ نزدین؟ چرا زدم؟ جواب نمیده. بعدش هم پیامک میده که حالم خوب و حالا ایشالله یکی دو روز بگذره خودش بهتون زنگ میزن. اصلا شاید اومد بهتون سر زد ها؟ همه امیدم همین. میگم شما هنوز از این ماجرای فراسمان ناراحتین دیگه نه؟ چه حرفیه؟ خب معلومه که ناراحتم، ولی کاری از دستم بر نمیاد انجام بدم. چرا برمیاد؟ شما اگه بخواین میتونین جای دخترتون مصاحبه بکنین، همه اینا رو تعریف بکنین. من اصلا خودم خبرنگارم، خودم میتونم باهاتون مصاحبه بکنم. کسی حرف منو باور نمیکنه. چرا اتفاقا؟ شما پدرشونین. اگه همه این حال بدی و عصبانیت رو تعریف بکنین صادقانه، خب معلومه که روی مردمم تاثیر میذاره و باورش میکنن. راستش من یکم میترسم اگه واقعا فریده حق داشته باشه که اینا آدم های خطرناکی هستن، خب مصاحبم خطرناکه. الان نوا و دختر من پیش من نیستن که ازشون مراقبت کنم. وقتی مصاحبه شما رو ببینن هر جایی که باشن برمیگردن. اگه هم خطری براشون وجود داشته باشه که جرئت نمیکنن تنها بمونن. بالاخره ما هم هستیم دیگه، نمیذاریم انشالله براشون اتفاق بیفته. این کار یه ریسکه. من از دار دنیا یه دختر و نوه بیشتر ندارم. نمیخوام یه تار مو ازشون کم بشه. بله میفهم.
تعجب میکنم که خواهرت اینطوری گفت. اگه راستشو میگفت که بردنت کمپ، همین دیروز میآوردمت بیرون. منم موندم چرا اصلا یه همچین دروغی گفته. کار خودش آقا. کار کی؟ کار بهار. خودش زنگ زده بیان منو ببرن. این چه حرفیه؟ چرا باید همچون کاری بکنه؟ واسه اینکه این پسر قاپشو دزدیده. اینا من نبودم مخ بابا رو زدن رفتن یه سیغه محرمیتی با همدیگه خوندن. اگه دستم به این بهار برسه. این چه حرفیه؟ خجالت بکش. آخه کسی برادرشو به غریبه میفروشه؟ مسئله فروختن نیست پسر، نگرانته. چه نگرانی؟ من که ترک کرده بودم. بازم دلیل نمیشه که این حرفا رو بزنی. یادت رفته؟ دم و دقیقه میومدی ازش پول میگرفتی؟ درزه از کجا اینقدر مطمئنی کار اونه؟ آقا من که دیگه بچه نیستم که، معلومه کار خودشه. هرچند بهار از این اخلاقو نداشت، حتما این پسره تو گوشتش چیزایی خونده. اینم سمون با گوش داده. اگه این پسره رو پیداش بکنم دهنشو من آدرسش رو پیدا میکنم آقا، میرم سراغش. نمیتونم بذارم یه آدمی مثل منو منترم کنه و بهم بخنده. لازم نیست بری اونجا دعوا راه بندازی. باشه آقا، دعوا نمیکنم، ولی نمیتونم جی دست تو دست بذارم وایسم تماشاش بکنم که. اصلا اینه با اجازه چه کسی همینجوری اومدن جلو؟ پدرت بهشون اجازه داده. اون که الان زندانه، چه میدونه این پسر کیه، کارش چیه اصلا؟ به هر حال الان اجازه اون دست پدرته، نه تو. البته اونم باید احترام تو رو نگه میداشته. به نظرم بهتره که بری باش حرف بزنی. بری حرف بزنی، نه دعوا، میفهمی؟ آقا من که آدرسشو ندارم، بهارم که آدرس اینو به من نمیده که. اگه قول بدی که نری دعوا کنی، سعی میکنم آدرسشو برات گیر بیارم. بری باهاش حرف بزنی، مثل این کسایی که میرن تحقیق برای ازدواج، مثل اینا رفتار کن. در ضمن کسی هم نفهمه آدرسو من بهت دادم. چشم آقا، رو چشم. همینه که هست، جمع کن بعد بریم. من نمیام. تو بی جا میکنی، جمع کن. بهت گفتم. گفتم من هیچ جا نمیام. فریده نکنه بیان سراغ تو. مگه میتونی؟ داداشته، نمیذاره تنها بمونی که. چیه؟ این بود اون نقشه‌ای که میگفتی روش فکر کردی؟ فکر میکنم یکی دوره برای ما هستش که از همه چیز خبر داره و موش میتونه.